مدیر امور مذهبی در پایتخت میانمار دستورالعملی صادر کرده است تا مسلمانان میانمار از این پس اجازه قرائت و یادگیری قرآن مجید در منازلشان را نیز نداشته باشند. به گزارش پایگاه خبری لونواچ به نقل از یکی از فعالان میانماری به نام اونگ اونگ سیتو، چنین قانونی مسلما به تحریک مقامات نظامی متاسب و افرادگرایان بودایی ایجاد شده و میتواند به حریم خصوصی مسلمانان در این کشور بیش از پیش صدمه وارد کند. به گفته فعالان حقوق بشری روهینگیا در میانمار پیش از این اهمال محدودیت ها سبب شده بود که مسلمانان اجازه اعمال مذهبی در مراکز عمومی و جامعه را نداشته باشند اما اکنون کار به جایی رسیده که امور مذهبی و دینی در خانه های مسلمانان نیز محدود شده است. هدف قرار دادن هویت دینی نه تنها بخشی از استبداد و سرکوب دولت بودایی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا است بلکه این مسلمانان در کشور خود با نسل کشی روبرو هستند سازمان های مختلف جهانی بیانیه های فراوان در حمایت از مسلمانان روهینگیا صادر کردند ولی تاکنون هیچ یک از این سازمان ها فعالیتی مؤثر در حمایت از مسلمانان روهینگیا انجام ندادند